بنام خدای یکتای بی همتا، مفهوم عمل نیک و عمل زشت. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها و من ربک بظلام للعبید. هر کس که کار شایسته ای انجام دهد پس به سود خود اوست و هر کس بدی کند پس به زیان اوست و پروردگار تو هرگیز به بندگان ستم نمی کند. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او درود رحمت سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، خداوند متعال انسان را گرامی داشته است، چون او را با دستان بلاکیف خود به زیباترین صورت آفریده و از روح خود در او دمیده است و او را با دادن عقل متمیز ساخته است و به فرشتگان دستور داده تا به او سجده تعظیم نمایند و همه اون چه در جهان هستی است را برای او مسخر نموده است و او را بر بسیاری از مخلوقاتش برتری داده است، طوری که در قرآن کریم می فرماید و براستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا بر مرکب ها حمل کردیم و از انواع روزی های پاکیزه به آنها روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که آفریده ایم چنان که باید برتری بخشیدیم. چون انسان امانت خیلی سنگینی به عهده دارد که وقتی این امانت به آسمان ها و زمین و کوه ها پیشکش شده همه آنها از تحمل آن ابا برتیدند و بر آن مشفق بودند. همانا این امانت امانت تکلیف است که تقاضای کار و تلاش را دارد و همچنین در ضمن عبادات فرضی امانت اعمار زمین نیز به عهده انسان است، طوری که خداوند متعال می فرماید سنگامی که نماز پایان یافت برای کسب رزق و روزی در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. پس باید مسلمان بداند هر آنچه از اعمالی را که در زندگی خیش انجام می دهد در میزان نیکی ها و بدی هایش گذاشته می شود. خداوند متعال می فرماید پس هر کس به اندازه ذره کار نیک انجام دهد داده باشد پاداش آن را میبیند و هر کس به اندازه ذره کار بد کرده باشد کیفر آن را میبیند. و در آیه دیگری میفرماید روزی که هر کس آنچه را از خیر و نیکی انجام داده و آنچه از بدی مرتکب شده حاضر شده مییابد و آرزو میکند ای کاش میان او و آن کارهای بد فاصله دور بود و الله شما را از کیفر خودش برحذر می دارد و در عین حال الله به بندگان مهربان است. و مفهوم عمل شامل هر آنچه از گفتار و کرداری می شود که انسان انجام می دهد. در عمل صالح شرط است که باید خالص برای رضای خداوند متعال بوده باشد و به اتقان انجام داده شود، طوری که خداوند متعال می فرماید و آنان فرمان نیافتند جز این که الله را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص گردانند و از شرک و بت‌پرستی به توحید و دین ابراهیم روی آورند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند و این است آیین راستین و مستقیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید خداوند دوست می دارد وقت یکی از شما عملی را انجام می دهد باید به طور درست و وجه احسن آن را انجام بدهد. و بدون تردید مفهوم عمل صالح در اسلام خیلی واسع است، شامل فرایض خداوند همچون نماز، روزه، حج، زکات، ذکر و امثال آن می شود. پس این اساسات اسلام است که باید مسلمان آن را انجام بدهد، چون خداوند متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید رکوع کنید و سجده کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار نیک انجام دهید باشد که رستگار شوید. و در آیات دیگری می فرماید و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و پیامبر الله را اطاعت کنید تا شما مورد رحمت خداوند قرار گیرید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید پاکی بخش ایمان است و گفتن الحمدلله میزان را مملو می سازد و گفتن سبحان الله و الحمدلله ما بین آسمان ها و زمین را مملو می سازد و نماز نور است و صدقه دادن حجت و صبر روشنایی است و قرآن برای تو یا علیه تو حجت است.
همه مردم در صبح می روند، پس برخی آنان خود را می فروشند و برخی خیش را آزاد می سازند و برخی دیگری خود را در عذاب و خطر می اندازند. و برخی از اعمال نیک که باید مسلمان به آن مزین باشد، راستگویی، نیک گفتاری و افشای سلام است و غیر از اینها که باعث الفت گرفتن دیگران به انسان می شود. خداوند متعال می فرماید: و با بندگانم بگو با یک دیگر سخنی بگویند که آن بهترین باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید: همانا محبوب ترین شما نزد من همانهایی اند که اخلاق نیک دارند و کسانی که الفت می گیرند و الفت گرفته می شوند. و حالت مسلمان را چنین بیان می کند: سوگند به ذاتی که جان محمد به دست اوست، همانا مسلمان مانند زنبور عسل است، پاک می خورد و پاک می گذارد، وقتی می افتد نه می شکند و نه فاسد می شود. و عمل نیک مخصوص حالات مشخص نیست، بلکه هر آنچه می باشد که ارزش های انسانی را متحقق می سازد و در ساختار مجتمع همبسته سهم می گیرد و ارزش های تسامح، محبت و مهربانی را بلند می برد. پس همه اینها عمل نیک است، طوری که اسلام کار کردن انسان برای خودکفایی و دوری از حرام و کسب روزی برای خود و فرزندان صغیر خود از عرق جبین را عمل نیکو قرار داده است و بر آن پاداش نیکو می دهد، طوری که آن را پیامبر صلی الله علیه و سلم نوع خروج در راه خدا دانسته است. چون روزی مردی از نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می گذشت، اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین وقتی نشاط و فعالیت او را دیدند گفتند: ای رسول خدا، کاش این مرد در راه خدا می بود. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: اگر این آدم برای روزی دادن فرزندان صغیرش برآمده باشد، در راه خدا است. و اگر برای خدمت والدین بزرگسین خود برآمده باشد، در راه خدا است. و اگر برای نفس خود برآمده باشد تا خیشتن را بی نیاز بسازد و با عفت باشد، در راه خدا است. ولی اگر برای ریاکاری و فخر فروشی برآمده باشد، پس در راه شیطان است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما بهترین الگو و سرمشق است، چون خودش شخصا کار می کرد و در خدمت اهلش بود. مادر مؤمنان حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها می گوید: پیامبر صلی الله علیه و سلم کفش خود را رنگ می کرد و لباس خیش را می دوخت و همچون دیگران در خانه خود کار می کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی می فرماید: بهترین شما کسی است که برای اهل خود بهترین بوده باشد و من بهترین شما برای اهل بیتم هستم. و برخی دیگری از اعمال صالح: هر آن چیزی می باشد که انسان به دیگران نفع برساند، کم باشد این نفع یا زیاد، مادی باشد یا معنوی. خداوند متعال می فرماید: در بسیاری از درگوشی و نجواهایشان خیری نیست، مگر که با این کار امر به صدقه دادن یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کنند و هر کس برای خوشنودی الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به او خواهیم داد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید: هر کس سواری اضافه ای دارد، آن را به کسی بدهد که مرکبی ندارد، و هر کس آذوقه و توشه اضافی دارد، آن را به کسی بدهد که توشه ای ندارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم بر کارهای نیکی بسیار تشویق نموده است، طوری که می فرماید: براستی دروازه های خیر خیلی بسیار است، همچون تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، امر به معروف، نهی از منکر، دور کردن اشیای مضر از سر راه، شنواندن کر، راهنمایی نابینا، دلالت کردن کسی که برای نیاز دلالت می‌خواهد، رفتن با هر دو پا برای کمک کسی که فریاد می‌زند و کمک می‌خواهد، و گرفتن بازوی کسی که ضعیف و ناتوان است. پس همه اینها صدقه برای تو خواهد بود و همه اینها از قبیل اعمال نیکند. و برخی دیگر از اعمال نیک ساختار و اصلاح و آبادانی است، چون دید اسلام پیرامون هر عملی که در ساختار مجتمع سهم می‌گیرد، دید احترام و توقیر است. در قرآن کریم تقریبا 360 آیات موجود است که همه پیرامون کار و تلاش سخن می‌گوید و خداوند برای ما نمونه‌هایی از کسانی ذکر نموده که اعمال نیک انجام می‌دهند، چنانچه می‌فرماید: او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردنش گمارید. این امر تأکید می‌کند که برای کسانی که مشغول اعمال کشاورزی، صنعت و بازرگانی هستند، به اندازه تلاش و کارشان برایشان پاداش بزرگی می باشد، طوری که می فرماید: و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم است. همچنین برای کسانی پاداش بزرگ است که مشغول اعمال همچون ساختن کشتی ها هستند، چنانچه می فرماید:
پس به او وحی کردیم که به دیدگان ما و به وحی ما کشتی را بساز. پیرامون صنعت لباس میگوید و از پشمهایش و کرکهایش و موهایش اساسه خانه و متاع و اسباب و وسایل زندگی تا مدت معینی برایتان قرار داد. و پیرامون ساختار پوست میفرماید و از پوست چهار پایان نیز برای شما خانه های یعنی خیمه های قرار داد که آن را در روز کوچ کردنتان و روز اقامتتان سبوک میابید و به آسانی آن را جابجا میکنید. و اعمال نیک تنها مخصوص آنچه نیست که نفعش به انسان ها برسد، بلکه افزون بر آن شامل اشیای دیگری نیز می شود که نفع آن بر حیوانات و جمادات می رسد. چون وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر شطور لاغری گذشت، گفت درباره این حیوانات بی زبان از خدا بترسید، به صورت نیک و درست سوار شوید و به صورت نیک رهاش کنید. و در حدیث دیگری می فرماید مرد را در بهشت دیدم که در حال گردش بود، چون درخت را به خاطر اذیت کردن مردم اثر راه قطع نموده بود. اما بدکاری و زشت کرداری شامل هر کاری می شود که باعث خشم و غضب خداوند می گردد و انسان را از دایره اصلاح و دایره فساد می کشاند و از عبادات فرضی دورش می سازد و به زشتی ها و منکرات همچون نافرمانی پدر و مادر، تجاوز بر اموال و آبروی مردم نزدیک می گرداند. مانند مسئولیت نشناسی انسان در قبال خانواده اش، تقصیر و کوتاهی در تربیت فرزندانش و اهتمام ندادن به تربیت سالم آنها. خداوند می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، خودتان و خانواده ایتان را از آتش دوزخ نگه دارید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید همین گناه انسان را کافی است که زیر دستان خود را ضایع بسازد، یعنی آنها را تربیه درست و سالم نکند. و برخی دیگر از بدکاری فساد کردن در روی زمین است، با نشر کردن افکار ویرانگر، شایعه های دروغین و ترویع انسان های بیگناه. خداوند متعال می فرماید و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید. و در آیت دیگری می فرماید سزای کسانی که با الله و پیامبرش می جنگند و در زمین به فساد می کوشند فقط این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست راست و پای چپ آنها به عکس یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید کردند. این رسوایی آنها در دنیا است و در آخرت عذاب بزرگی خواهند داشت. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید بهترین شما کسی است که از او امید خیر برده شود و از شر او دیگران در امان باشند، و بدترین شما کسی است که از او امید خیر برده نمی شود و مردم از شرارت او در امان نیستند. و برخی دیگر از زشتی ها ایجاد ضرر و اذیت در راه ها است. این کار گناه بزرگی است، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید در اسلام ضرر و ضرار نیست. و در حدیث دیگری می گوید کسی که باعث اذیت مسیر مسلمانان می شود، نفرین آنها بر او واجب می گردد. و برخی دیگر از زشتکاری ها آنچه است که باعث ایجاد کینه و نفرت میان مردم می شود و آنها را مادی و معنوی اذیت می کند، مانند غیبت، سخنچینی، مسخره و استهزا، یاد کردن با القاب بد، دشنام دادن و زشت گفتن و غیر از اینها از مفاهیم زشتی که اسلام من نموده منافی و منافی اخلاق و فطرت سلیم می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید منفورترین شما نزد من کسی است که میان مردم سخنچینی می کند و میان دوستان جدایی ایجاد می کند. برادران مسلمان، براستی هر عملی را که انسان انجام می دهد آثار و نتایج آن در دنیا و آخرت بر صاحبش بر می گردد. برخی از آثار عمل نیک زندگی پاک و زیبا در دنیا و آخرت می باشد، چون خداوند متعال می فرماید هر کس که کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به حیات پاک زنده می داریم و مسلماً پاداششان را به حسب بهترین اعمالی که انجام می دادند به آنها می دهیم. و برخی دیگر از ثمار یا میوه های اعمال نیک استمرار پاداش پس از مرگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هفت عملی است که پاداش آنها پس از وفات صاحبش که در قبر است بر او می رسد. کسی که علم مفید می آموزد و سپس به دیگران بیاموزاند، یا دریا و نهری حفر نماید، یا چاهی بکند، یا درخت خرمای غرس کند، یا مسجدی بسازد، یا مصحفی به میراث بگذارد، یا فرزندی به جا بگذارد که بعد از وفاتش به حق او دعا نماید. و برخی دیگر از فواید عمل نیک، اعمال نیک کفاره گناهان می باشد و گناه را به ثواب تبدیل می کند. خداوند متعال می فرماید
و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند قطعا گناهانشان را از آنان می‌زداییم و آنان را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند پاداش می‌دهیم. و برخی دیگری آن پاداش بزرگ و همنشینی با پیامبران، صدیقین و شهدا است. خداوند متعال می‌فرماید: بیگمان کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند باغهای بهشت برین محل پذیرایی آنان خواهد بود. و در آیت دیگری می‌فرماید: و کسی که الله و پیامبرش را اطاعت کند روز قیامت هم نشینی کسانی خواهد بود که الله بر آنان انعام نموده است، از پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان، و اینان چه نیکو رفیقانی هستند. و همانطوری که اعمال نیک دارای فواید است، کارهای زشت نیز دارای آثاری بدی می باشد که در دنیا و آخرت بر صاحبش برمی گردد. و برخی از آثار کارهای زشت گمراهی، سردرگمی و گیجی است. خداوند می فرماید: آیا کسی که کردار بدش برای او آراسته شده پس آن را نیک و زیبا می بیند همانند کسی است که چنین نیست؟ پس بیگمان الله هر کس را که بخواهد گمراه می سازد و هر کس را که بخواهد هدایتش می کند. و برخی دیگر آن زندگی پریشان و غیر مستقر. خداوند متعال می فرماید: و کسی که از یاد من روی گردان شود پس بیگمان زندگانی سخت و تنگ خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا برمی انگیزیم. و برخی دیگر از آثار کار بد، مسیر بد در روز قیامت است. خداوند متعال می فرماید: بیگمان کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که آتش را در شکم خود فرو می‌برند و می‌خورند و به زودی به آتش برافروخته درآیند. پس چه خوب می‌شود تا ما با همه این اعمال نیک مفید چنگ بزنیم و از هر کار زشت و ناپسند و مضر دوری نماییم و در راه حق با یکدیگر کمک کنیم. خداوند می‌فرماید: والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوگند به عصر که انسان در خسران و زیان است مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و یکدیگر را به حق سفارش نمودند و یکدیگر را به صبر سفارش کردند. یا الله از تو انجام امور خیر و ترک منکرات و دوست داشتن بینوایان را میخواهم و برای ما اخلاص و قبول اعمال را نصیب کن. مصر و همه کشورهای اسلامی را از هر بدی و شرارت حفظ نما. آمین یا رب العالمین.